کورک پوستی یا دمل چیست؟ پیشگیری و درمان کورک پوست. بیماری پوستی کورک چیست؟ کورک به جوش ها و برآمدگی های روی پوست میگن که چرکین و دردناک هستن. در واقع عفونت زیر پوست باعث به وجود آمدن کورک میشه که خود این عفونت نتیجه عفونت عمیق پیاز مو هست. علت عفونت پیاز مو از آلودگی فولیکول مو به نوعی باکتریه. کورک پوست در هر جایی که مو رشد میکنه میتونه به وجود بیاد، اما غالبا این جوش ها در اندام های زیر تشکیل میشه. کورک زیرپوستی زیر بغل، جوش روی گردن، کورک روی سینه ها، روی باسن و ران، در پوست سر، روی پوست بیضه و روی پوست صورت. کورک زمانی که دور چشم زده میشه بهش گلمژه و اگر بسیار بزرگتر از حد معمول بهش آبسه میگن. علائم و عوارض کورک پوست. کورک پوست به مرور زمان به شکل چرکین خودش تبدیل میشه، یعنی ممکنه ابتدا جای اون کمی متورم و قرمز باشه. حس درد، چرکین شدن، بزرگ شدن سایز، نزدیک شدن عفونت به پوست و ترکیدن و سرایت از علائم اون. علت کورک زدن چیه؟ علت ایجاد کورک پوست معمولا نوعی باکتری به نام استافیلوکوک اورئوسه، اما سایر باکتری ها و قارچ ها هم میتونن در رشد اون مؤثر باشن. در این مرحله سیستم ایمنی بدن و گلبول‌های سفید شما با شناسایی اونها سعی در مبارزه با اونها رو دارن. برای منظور در ناحیه ورود این باکتری چرک تولید میشه. عوارض ناشی از کورک پوست چیه؟ کورک پوستی اغلب بی‌آزاره و میتونیم با چند بار مراجعه به دکتر درماتولوژی اون رو از بین ببریم. حتی گاهی خود به خود و بعد از گذشت چند هفته از بین میرن، اما عدم بهبود کامل اون و عدم اقدام به درمان ممکنه عوارض رو در پی داشته باشه. باقی موندن عفونت و پخش شدن اون میتونه باعث ورود عفونت به جریان خون بشه. ممکنه وارد مغز بشه و باعث ایجاد بیماری های خطرناکی مثل منرژیت بشه. ممکنه لایه های زیرین پوست رو درگیر کنه و باعث ابتلا به سلولیت بشه. همچنین ممکنه به قلب، نخاع، استخوان ها و سایر اندام هم سرایت کنه و حتی منجر به مرگ فرد بشه. چه زمانی باید برای تشخیص و درمان به پزشک مراجعه کنید؟ برخلاف اونچه بسیاری از افراد تصور میکنن، لازم نیست برای یک جوش ساده به پزشک مراجعه کنید. اما اگر شرایط زیر داشته باشید، باید به پزشک مراجعه کنید. اگر همراه با ایجاد کورک پوست به تب مبتلا شدید، اگر پوست اطراف کورک قرمز و رگه های قرمز رنگ اطراف اون تشکیل شد، اگر غدد لنفاوی شما متورم شد، زمانی که درد در کورک پوستی شما شدید شد، اگر کورک های زیادی در کنار هم تشکیل شدن یا عفونت آنها تخلیه نشد، روش های درمان کورک پوست صورت و بدن. پماد سفالیکسین برای درمان کورک بسیار مناسبه و اکثر پزشکان ممکنه اونو تجویز کنند. تزریق کورتون برای از بین بردن این جوش ها هم مفید میتونه باشه. به طور کلی کورک خطرناک نیست، اما باید دقت کنید فشار دادن کورک باعث زیاد شدن اون میشه.